Hey guys, how are you doing? This is so gang به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با کی؟ با پدر یوتیوب ایران. Shit, here we go again. پوریا پوتا. آقا اینا همه اینک زدن منم اینکمو میذارم. فرقش اینه که مال ما فیکه، مال داداشم پوری اورجه. آجی فیک و اصل و هیچ کی نمیتونه فهمه. خب سکسی چی پختی برامون؟ پوتی امروز اومدیم بالا که سر بقیه میاری و سر خودت بیاریم. و چی هست؟ بهتره که جواب ندی. کلی برات سوال آماده کردیم، قرار فست ازت بپرسیم، بهتره که جواب ندی. حالا چرا آجی خیلی ما که دوست داریم بشنویم. نه به خدا راحته. همش از خودت برداشتم. آشا فراموش نکنید یه ویدیو دیگه هم داخل چنل پوریا هست، اونم حتما برید نگاه کنید. معلوم نیست حالا با هم دیگه آپلود می‌کنیم یا نه، ولی هم دیگه استوری می‌کنیم. پس فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید چنل. ایدهاتون رو پایین بنویسید، با پوریا قرار بازم ویدیو بگیریم. پس بزن بریم ویدیو رو شروع کنیم. سوال اول، حال دلت چطوره؟ عالی. جدی؟ بدترین رپری که میشناسی؟ دوستات هم نمیتونی بگی؟ داره فکر میکنه، صبر کن. دوستات هم نمیتونی بگی؟ دوستا عمرن بدترین نداره. رد میکنم. رپر معروفی بگو دیگه. والا این نمیتونم بگم. بدترین جمله که داخل سوشال مدیا شنیدی و واقعا قلبتو به درد آورده؟ به فوش به بچه‌م. واقعا به بچه یاد به بچه اصلا. به بچه‌م رحم نمیکنه. تازه دو ماهش هم نبود. ولی فوش به بچه‌م خیلی ناراحتم. واسه همین زیاد کامنت چیزای ریچو زیاد نمیخونم. بهترین خواننده زن ایرانی از نظر خودت کیه؟ بازم دوستاتو نمیتونم بگم. نه بگو راحت بشه. بهترین دیگه میشه گفت. آره. بهترین رو دیگه میتونی بگی. ببین اونایی که من خودم گوششون میدم دیگه، آره چون خیلی داریم. مثلا اگه برگردی از نظر خودت دیگه. از نظر خودم بهترین. خب تو تاریخ ایران میگم هاید است. خب نه تاریخ اونطوری نه، الان. ببین الان اون کسایی که من دوست دارم. خب الان مثلا گوگوش و هاید و مستی اینا که دیگه الان نمیخوام. نه من بازم میگم میخوندنم میگفتم هاید. زیاد گوگوش باز نیستم. خب الان کی؟ الان من کسایی که خیلی دوست دارم، مثلا کامارا، سوگند، اینا رو خیلی دوست دارم. یکی من مریض سوگند. سوگند نایس. انتخاب خوبی بود. دور از جونت، اگه فردا قرار نباشه که پاشی از خواب، آیا به همسرت میگی؟ نه، ولی یه سری کارهایی میکنم که شاید شک کنه. رمز یوتیوبمو میدم، رمز تمام کارتامو بهش میدم، یه نامه بهش میدم، همه این کارو انجام میکنه. پس بهش نمیگی؟ نه، ولی یه خیلی چیزا رو بهش یاد میدم که بلد نیست، بعداً به فنا نریم. تا حالا فیتی دادی که پشیمونی ازش؟ اگر آره چی بوده؟ آره یه فیت دادم خیلی وقت پیش با یکی از دوستام تو بلک دوم نیرو هوایی. اصلا آدم معروفی نیست، اسمو اگم دقیقا یادم نمیاد، یعنی اونجوری نمیشه، ولی اون فکر کنم فیت خیلی افتضاحی بود. اسم پسر سعید. یه دونه فیت دادی باش؟ یه دونه دادیم، بعدم دعوامون شد، اصلا با هم نشد. چی شد؟ کار به جای باری کشید. اوکی اوکی. بدترین خواننده زن ایرانی؟ خدای یکی هست، اسمش هم میخوام بگم و یادم نیاد. بدترین. میخوای بگی؟ اوکی. بدترین. آره دیگه. نه میدونم، دارم فکر میکنم. خدای آیا بگم نگم؟ نه میگه پوریا میگه. نه بگو دیگه. ببین اینم در نظر داشته باش، ببین هر چی تو بگی واقعا تاثیر میذاره رو اون طرف. سکسی رد خارجی. خواهد بعد زن مثلا زیاد نداریم، ولی یه دونه بودش که موزیک ویدیو داده بود، خدایا اسم انشی بود، صخره ها بود، لخ بود، بابا خیلی معروف شد. یه دونه بود رو صخره ها لخ میخوابید میخوند. وای کی؟ موچر نهیدیم. ایرانیه؟ بابا آره، اصلا یه مدتی ترند بود، همه مسخرش میکرد. جاستینا میگی؟ نه جاستینا میچر بود بد نیست. جاستینا ولی یه سری اخلاقای بد داره، ولی خواننده بدی نیست. کلیپ گوید بذارید داخل این استاد تویتر. تویتر زنده همین الان. سری اوکی اوکی. اخلاقای هنجار شکن زیاده ولی خواننده خوبی. با کدوم خواننده دوست داری فیت بدی؟ ایرانی خارجی؟ ایرانی مهرادیدن. خارجی؟ خارجی دوست دارم یه موزیک ویدیو فوق سکسی با نیکی میناژ. قفه شو. چه سلیقه تندی. فلفلی منم خیلی دوست داشتم. من خودم شخصا نگاه می‌کردم. گفتم یه شبه 1 میلیون که هیچی. آخه نیکی میناژ اگه این اتفاق تو ایران همون شب اول شاید 5 6 میلیون ویو داشته باشه. آره آره. فقط طرف تو. نه طرف خودش اصلا او خیلی میترکه. آره 100 درصد. فکر کنم هزینه فیتش 320 هزار دلاره. فکر کنم. برات که چیزی نیست. پول یه کشه یه دیگه. حالا نه چیزی آقا. به سوال بعدی. بدترین یوتیوبر ایرانی؟ نداریم، همه خوبن. داریم واقعا. آره ببین واقعا شما خودت بگو کی هست که خیلی یوتیوبر خوبی بوده و الان یوتیوبر بدیه، ولی واقعا اسمشو نمیخوام بگم. حسین با ما میگی؟
میگی؟ نه همه تون میشناسینش، یکی از قدیمی ترین ولاگروهای ایرانه. اوکی هینت داره میده کم کم. پسره؟ پسره آره. خارج از کشور زندگی میکنه؟ آره ولی تو اروپا نیست. دروغ گفت اینو. اینو صد دروغ. نه به خدا تو اروپا نیست. نه اونی که تو فکر میکنی فکر نکنم باشه. آره اونی که تو فکر میکنی نیست. اگه فکر میکنی تو آلمانه اشتباه میکنی. پس 100% تو آلمانه. به جان عزیزترین کسم نیست. یکی تو بابا نمیخوا قسم بخوری. کراش زن ایرانیت کیه؟ بلا حدید میگه ایرانی. ایرانی ها کسی که خیلی خوشگله. امروز یه دونه بازیگر ایرانی خیلی معروف که فکر کنم 50 سالش هم هست به من پیام داده من تا الان خوشحالم. مهتاب کرامتی پیام بده. نه نه یکی از ویدیوهاشو برام فرستاده بود با خنده و قلب. عزیزم ببین من یه ذره کسی که خیلی دوستش دارم الناز. الناز شاکر دوستشان دلیقت نمیخوره واقعا. تو ظاهر رو میبینی من عمق رو میبینم چه قراره چه احساس من خیلی لطیفه. یولیا خانم نه لطیف اون عمقم نه عمقی کمتر من مهم من تو عمقش رو دیدی دیگه من نمیدونم. بچه اینو ترجمه کنید برای یولیا خانم بفرستید. میفرد نگران نباش نگی هم میفرد یه جوری عکس میفرستن شناسنامه الناز شاکر دوست هم میفرستن. حالا ببین یه چیزایی من دیدم. کدوم یوتیوبر ایرانی رو خیلی نگاه میکنید و به نظر تاپ الانه یا نه تاپ الانه نه کدومو تو دوست داری؟ کار به تاپ نه من با هر کسی که ویدیو میگیرم واقعا دوستشون دارم. یعنی اینو دارم جدی میگم اصلا چون دوست دارم. من واقعا تو رو دوست دارم فرشاد رو خیلی دوست دارم. آخرین ویدیو که من گذاشتم چی بوده؟ آخرین ویدیو که تو گذاشتی تو رو خدا نگو الان بهت میگم چون دیدمش همین امروز صبح دیدم وایس بهت بگم گوشیتو در نه 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 دستم بالاست تو رو خدا نگو. آهان یه ویدیوی 5 نفریت یه چیزی رو انجام میدی 4-5 نفری دیدم به خدا یادم نیست. حالا اون ویدیو آخر نه اون ویدیو آخره سر کیلم باید میبندم اون ویدیو آخره وایسا بعد ویدیو من آه ویدیو مرشاده آره آه نه درست میگی راست میگی راست. نه نه چرا 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 آره عوضی مجازات این بازی کثیف 5 نفری آره آره نه درست کومن کوروش احمد گمرز که دنبال میکنی. به نظرت آیا زنا بیشتر توی سوشال مدیا موفق میشن یا مردا؟ در تمام دنیا زنها من فکر میکنم زنا من موافقم. مردا باید پارشن دیدشن یه کار عجیب باید کار دیدش یکم سخته. آره یکم سخته. تو زندگی الان چقدر رود فشاره؟ خیلی زیاد در حال حاضر. خیلی میتونی بگی به خاطر چیه؟ بیشتر درونیه دیگه چون بیشتر به خاطر چجوری واسات توضیح بدم بیشتر مربوط میشه به اوکراین و یه چیزای درون خانوادگیه. فشار اونجوری نیست که مثلا کمرم بشکنه ولی فشار ذهنی زیاد. چی میشه متعرفه. چی قرار شه مثلا اگه یهو یه سیجای چیزای بد پیش بره چی میشه آینده ریت چی میشه اینجوری میفهمی تو این مثلا متوجه شد. تو فکر بچه دیگه ای هستی؟ حالا انقدر بود چیز نه آخه بس دیگه. خیلی درد سر داره. خیلی دو دو بحثشو کردین صحبتشو کردین؟ آره اصلا دیگه امکان نداره یعنی 100% حالا دیگه دو تا دو تا کافی یه دختر یه پسر عالی. آره راستی کمباین خوبه دیگه دختر یه پسر. آره دیگه آیا بخشنده هستی؟ من خیلی اینقدر بخشندم بعضی وقتا به فنا میرم. جدی؟ بعضی وقتا یه کارو بعد چرا؟ خب بعد چرا؟ بعد با اینکه میبینی مثلا آقا مثلا ضربه هم میخوری باز چرا باز میبخشی؟ آها بخشنده یه اونجوری که یکی کار بدی کنه ببخشم؟ آره آیا بقیه رو میبخشی؟ من خیلی احساسی هم اگه یکی ازم معذرت خواهی کنه خیلی سریع میبخشم. خیلی سریع. مثلا با اینجوری حد. اصلا یه چی از سخت ترین چیزا توی دنیا بخشیدنه. شما نداری. من اصلا راحتم. آره. من هنوز من کل هیتایی که به پوتک میدم تو ویدیو ها مثلا میگم بهتر از پوتک خون مثلا سر همون کاریه که با من یه بار تو زندگی کردی. نه ولی من اگه کسی به خانوادم گیر نده همه جوره میبخشم در مورد خودم همه چی رو میبخشم. باز خوبه قلب مهربونی داری. هنوزم فیلم های خاک برسری میبینی یا نه؟ بعضی وقتی با پرفان طبیعیه بابا دیگه متعهد. من یه با این حرفو زدم سرویس هم کردم همه میبینن بعضی وقتی میبینن حالا یکی زیاد میبینه که کارش یکم نه 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 من نمیبینم. قفه شو دروغه دروغ هر کی بگه نمیبینم دروغ میگه. راست هر کی بگه دروغه همه میبینن. همین یه امتحان بود که ببینیم شما دروغ میگه. آفرین شما برنده شدی. آیا به خدا اعتقاد داری؟ فقط همین با یس یا نه با اون انرژی یا نه یا آره آره به یه چیزی به اسم خدا اعتقاد دارم. آره حالا شاید خدای تو خدای خدای من مثلا شیطانه مثال این نیست. آره واسه همین گفتم چیز وقتی میخوابی خوابت سنگینه یا سبک؟ خوروپف میکنی؟ وای خوروپف میکنم به خاطر سیگار ولی سبک خواب خوابت سبکه؟ اوکی ایوه. آیا همسر داخل رخت خواب میزنه تا با پا مثلا ساکت باش نکن انقدر خور بف نکن نمیزنه ولی مثلا بعضی صبح پا میشم فیلممو نشون میده که دمشکم خوشم ایوه ایوه
به وجود ایلومیناتی معتقدی یا نه؟ هزار و میلیون درصد. آیا خود جزء ایلومیناتی هستی یا نه؟ نه. قفه شما. چی من صاحب قد شد؟ نه نیستم. آیا سلبریتی داریم در ایران که جزء ایلومیناتی باشه؟ 4 نفر. فکر می‌کنی باشه؟ 4 نفر. اوه. اوکی. لیستو بعد بعد شب پر کن. یکیشون هم رئیس جمهور بوده. مطمئنا احمدی نژاد نبوده. خدایی. به اعتقاد دارم به کارما. اعتقاد داری؟ خیلی خیلی. انقدر اعتقاد دارم که خودم این کارو بعدی کنم سریع خدا گیرم بزن. اوکی اوکی. من چند تا اسمت میگم، اولین چیزی که به ذهنت میاد رو بگو. باشه چش. فرشاد با معرفت. آریا خشک ولی مهربون. پارسالی با من خیلی خوبه حاجی، ولی میتونم یه شخصیت مغرور بودنشو بگم. ولی با من مغرور نیست ولی مغرور. آره. سوگنگ. سوگنگ عشق و عجیب. جدی؟ آره آره. تو عجیبی ولی نمیدونم به دل میشینی حاجی. تفال نیستی. آره به دل میشینی. تفال چی؟ تفال یه چیزایی نچسبه. مایتومایی نچسبه. تفلون. تفلون نیستی به دل میشینی. قومت برم مرسی. الکو نویز. رفیقای خیلی خوب. پوتین. کس ننش ببخش. چرا مثلا این لیست رو همارش میگه؟ یه دونه موزیکت هم بود دیگه. چی بود؟ ببین من چرا دنبالت میکنم؟ یه بزیلای کشی بیز پوتی. نه نه تو گاهی دام پوتی اینجوری. موزیک چی هم بود؟ برخشی زیاد پشت شد. ناسا. نه آقا میدونم ناسا سره گفتم. ببین چقدر بلدم موزیکا رو. بلا حدید. ولی همین رو میبینی شب با قطعه قطعه میشم واسه بلادیت پست میشم همین داری. ریچ. وای اون زندگی همه چی دلیل نفس کشیدن. کچی بیتز. عشق. کچی بیتز خیلی پرفشار. پرفشار. اوکراین. وطن دوبا. یوتیوب. مدیون. تویتر. تویتر آجی فوش. فوش. آره واقعا. اوکی اوکی. وای توییتر واقعا فوشه. من قدیما فکر می‌کردم توییتر ببخشید یه مش فرهیخته و آدمای کتابخون و خفنن توش. ولی فهمیدم نه اینستاگرام بیشتر فرهیخته‌تر توش بیشتر. تلگرام که خیلی مهربون‌ترن. تلگرام خیلی. تلگرام اصلا وا می‌کنی. انقدر قشنگ به مادرم گفتم. خیلی عجیب. جدی؟ تلگرام ما خیلی مهربونه. تلگرام آره بهش نمی‌خوره اصلا. بچه‌های ما تلگرام خیلی مهربونه. 100% تمام چیزی که برام تو تلگرام میفرستن همش مثبت خوبه. کانالا دیگه کار نداره ما اونا که دستشون در نکنه. نه کانالا که میذارن تو کانال شخصی همه چی عالیه. آها آها اونجوری. اوکی اوکی. منم فکر میکردم توییتر فضاش مثلا یه جوری دیگه باشه. بعد آره من توییتر خیلی دوست داشتم ولی من هنوزم دوست دارم. اصلا من خونه کردم تو زندگی میگم مجبور بچه توییترم. دمتون گرم. از نظر خودت بهترین موزیکی که دادی بیرون چی بوده؟ خیلی دوستش داری اون موزیک. ببین ورسی که خیلی دوستش دارم با ممزی بوده ولی فکر کنم بهترین موزیک دورچی با دورچی عین. من اونو خیلی دوستش دارم. ورس تو گفتی با کی دوست داری؟ با ممزی. داینامیک؟ آفرین اونو خیلی دوست. کدوم قسمتشه؟ چون من اونو خیلی گوش دادم. اون خیلی واقعیه اون ورس. یعنی قش تک تک بیتاش اصلا اون ورس خیلی عجیب نوشته شده. اصلا اولشو بگی من تا تهش خودم برات میخونم. تو بگو کدوم قسمتشه؟ میگه که همون که میگه یه جور تو تا هفته بعد رو هوام انگا سوباسان. آره انگا سوباسان. آره قولاسان. اون خیلی دوست. سوباسان. آهنگ سولو هم که بهترین آهنگمه نوار مشکی. نوار مشکی اونو گوش ندادم. خبرم گوش بده. من اول آهنگی که ازت شنیدم چیز بود. تولد پس از خودکشی بود. واه. خیلی قدیمه. آره خیلی قدیمه. همون داشتم رأی خودم میزدم. قفه شما. الکی. این یکم سوال طولانیه. از هیترات اونایی که مثلا یه دسته هستن تا یه چیزی میشه سری میان دربارت توییت میزنن. یعنی اونایی که بقول گفتنی نونشون تو گو خوردن توه. دیگه به خدا راحت تر از این نمیتونم بگم. و دربارت سری میان توییت میزنن. همیشه آیاتی که همیشه درست میکنن و دردسری که برات مثلا تو قبل پیش اومده. باعث و بانش اونا بودن و که ایده خاصیان عملن. آیا اونا رو بخشیدی یا پردی به دست کارما؟ نه ببین کارماشو که باید پس بدن ولی بستگی داره هر کدومشون باعث شدن چقدر من پیشرفت کنم و اون الان شاید کارمانو پس نکن. هیترا خیلی بار به نظر خودم من تو 2 سال اخیر کلن آدم خیلی پولسازی بودم هم برای کسایی که زدم من هم برای خودم. یعنی حالا گوش مثلا سر اون قضایی هاشیایی که پیش اومد خیلی با اسم من پول در آوردن با ویدیو ساختن و 100% کارماشون هم این بود که منم خیلی تونستم بیشتر پول در بیارم. یعنی انقدر هاشیا بیشتر شد ری
ریختن تو صفحات مجازی من و هیترا رو اگه دروغ نگم کسی کنش نسوزه، یعنی قصد بدی ندارم. به نظر من هر یه هیتر یه دلاره، همیشه گفتم هیتر خیلی خوب. آره دیگه، آره بابا قشنگ هر یه هیتر یه دلاره، چون اصلا جوری که هیتر تو رو پیگیری میکنه فنت هم پیگیریت نمیکنه، چون یه طرفدار میاد ویدیو تو میبینه میره، یا میخنده یا میگه ای با پوتی امشب رید دیگه، تو خوشم میسوره فردا میدونید. و این هیتر میاد تک کلماتو گوش میده، میاد قشنگ بهت میگه این چیکار که اون چیکار که از سوتی میگیره، خیلی باحال. ببین میخوام بهت یه دایرکت نشون بدم. من دیشب داشتم کامنتامو کالکت میکردم برای یه ویدیوی یوتیوب که قرار بگیرم، کامنت های هیت و چرت و پرتی که زیر پست من نوشتن، خب بعد کامنت ها رو اسکرین میگرفتم بعد دیگه پاکش میکردم اون حرفا. ببین طرف اومده آیدیتم میذارم، وایسا اومده چی نوشته بذار بخونم، چون صفحه فیلیپه نوشته چرا کامنت منفی رو پاک میکنی، حالا همه کی نمیشه ازت خوششون بیاد. بعد طرف هم منو فالو داره، بعد اینجوریه اومده کامنت گذاشته خودش، بعد هر روز میاد چک میکنه، چون دو سه روز گذشته پاک کردی یا نکردی، که نه که ببینه کیا ریپلای کردن براش، کیا لایک کردن اون کامنتشو. تو اون ویدیو کشفیش دیدی چقدر پیگیری سویان؟ یه پسره 3 سال لباسه سهیل سوال هر روز فوش مادر میفرسته، هر روز. ببین یعنی جوریه که یه شب مهمونی بود، اومده بود ازش معذرت خواهی کرد که دیروز مهمونی مس کردم، اوست ننت واسه دیروز و اوست ننت واسه حاجی پشمات بریزه. بعد مثلا بعد آخه میدونی بعدیشونه که فهم کنن ریاکشن های طرف مثلا اون آرتیستی که داره فوش میخورم، فهم کنن الان خودکشی میکنه یا میره خودشو میکنه، ما ناراحت میشیم الان روزمون خراب میشه. ولی ما 3 ساعت داشتیم میخندیدیم، این دلیل به بی‌دردی خند، آخه واقعا خنده داره اصلا خیلی. ببین مثل دیشب هم میخوام ادامه اینو بهش بگم. ببین من یک بعد من داشتم نگاه میکردم دوباره، دیدم هر کامنت هیتی که مثلا هست یه دونه لایک داره، فقط یه دونه لایک داره. خب من میگفتم حتما خود طرف رفته لایک کرده کامنت خودشو دیگه که بیاد بالا مثلا. بعد دیدم یه عده کامنت ها فقط یه دونه لایک داره، بعد یارو کلیک میکردم، خب خدا بود فقط یه نفر داره همه کامنت های هیتو لایک میکنه، اونم بهتون نشون میدم. آ گناه داره ولش کن. ببین خب بعد طرف خیلی خوبه، بعد رفتم مثلا دایرکت نگاه کنم ببینم آیا مثلا چیزی گفته مثلا به من اینا، دیدم آره بابا مثلا ریپلای کرده این حرفا، من جوابشو ندادم. بعد از اون به بعد هر کامنت هیتی که هست رو میاد لایک میکنه، خیلی خوبن اینا. بعد میریم بعد رفتیم پیجشو کلا نشستیم نگاه کردیم، انقدر خندیدیم که نگو. چه 800 تا پست 700 چقدر خدا 752 تا طرف پست گذاشته، نرمال هر نخ سیگاری که میکشید یه پست میذاره. یه چیز دیگه هم بگم، هر پستش با یه سیگار بود، انقدر خندیدیم به یارو که نگو. یه چیز دیگه هم کلا هیت اینجوریه که ببین مثال بزن میزنم، مثلا تو 90% انرژی مثبت بهت میاد، خب 10% هیت، حالا حالی یکی 20% میگه 30% میاد، ولی مثلا همه اینجوریان که اون 10% واسهشون بولتر میشه. مثلا من وقتی آره بولتر میشه، آره ولی به نظر من اصلا اینجوری برای ما که الان دیگه الان برای ما که دیگه برای همه آرتیستا جدیدن دیگه سوخت شده اصلا، یعنی نه اصلا چیزی میگم من اینی که بهت میگم واقعی دارم بهت میگم، مرسی چق الان اصلا همینه. آره میدونم قدیم انرژی میگیریم فوش خیلی مهم بود سویان، قدیم فوش میخوردی خیلی واسه من خیلی مهم بود واسه، ولی من الان دروغ نگم با 99% هر کامیونیتی آدمای گندش کانکشن دارن، و اینی که دارم میگم مطمئن دیگه هیچ آرتیستی فوش نمیش نیست، من اینو بهت قول میدم هیچ. آره واقعا هیچ که براش، یعنی جوری شده که تو فوش میخوری بنزین میگیری میای میگایی میترکنی یه کار خفن، دقیقاً میری، یعنی فوش شده بنزین اینجوری شده. ولی بالاخره ما هر چی داریم از طرفدارامون داریم، از قشر طرفدارامون. آره منظور ما تو این زمینه فقط اون 10% هیتران، کسی خورده فقط اون جمله پوتک که میگفتش که اینو تو رو خدا گوش کنید، تمام دیشام با تمام متعلقاتش. الان دغدغت به عنوان یه آدم موفق چیه؟ دغدغه‌ای که داری؟ خرید خونه تو کانادا. آقا الان همه میذارن اصلا همین بود. میگن دغدغه پوتی چیه؟ دغدغه بقیه چیه؟ آقا دغدغه من اینه ببخشید. نه 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 منم دغدغم الان خرید یه خونه است. یه استیبل بودن تو شغل چی میشه؟ چی؟ ثابت بودن. استیبل باشه. ثبات شغلی داشتن، ثبات شغلی داشتن. و یه ماشین خوب خریدم. من این سه تا پوینت اصلی زندگیم. یعنی این سه تا رو من تیک بزنم یه آدم خوشبختم دیگه. 100% میتونی. آیا ریچ بزرگ بشه دوست داری یوتیوبر بشه یا خواننده؟ نه دوست دارم یه رپر آمریکایی باشه، کلا میخوام اینجوری بشه. مثلا اسمش هم خوب انتخاب کرد ریچ. آره I'm a little rich. یه دونه از این چینا هم بندازی. آره واسهش برنامه‌های بزرگی دارم، میخوام همون ورودیش گاد بیاد تو. آره مطمئنا میترکونه وقتی پدرش اینطوریه. نه لطف مرسی. بزرگترین فوبیا تو زندگی؟ آسانسور. ولم کن. چطوری؟ یا
یعنی هاو از چیش میترسی؟ احساس خفگی مرگ فکر میکنم میمیرم توش. وای اوکی تو آپارتمان که الان زندگی نمیکنی؟ نه هاوسم تو بیسمنت هم هستم قشنگ از در میام میام تو خیابون. یه فیتی به عنوان فیت سورپرایز دادی با هیپاپولوژیست؟ آره آره. بعد خیلی ها میگن چرا این فیت به عنوان فیت سورپرایز بوده وقتی مثلا رپرهای بزرگتری مثل رضا پیشرو بودن، چرا اون مثلا سورپرایز نبوده؟ خب. آیا مارکتینگ بوده چی بوده؟ مارکتینگ نبوده، از نظر من سورپرایز بوده، ولی نظر همه مهمه. ببین پوری تو آلبومه، یک با پیشرو قدیم فیت دادم، یک تو آلبوم راست شد وقتی با دوکی فیت میدیم دوام میشه اون فیت حذف میشه، یعنی اونایی که تو رپن میدونن ما یه سال تو بیف بودیم، یعنی دعوای بیرون زمین حتی رپرایی که بیرون گودن بودن هم میدونن، یعنی از هر نظر بخوام فکر کنم. و چیزی که واسه خیلی سخته الان هاترینای مارکت نسل جدیدن، تعاملش واسه خیلی سخته ولی واقعیت موزیکش هم خیلی من دوست داشتم، خیلی موزیک ویدیوش هم خوب بود، خیلی قوی بود. و اینکه چیزی از ولی قبول دارم میشد سورپرایزای خفن تری باشه، ولی یعنی حتی اون اتفاقاتی که قرار بود بیفتم سر جاشه، ولی عنوان این قرار نشد بیاد توی آلبوم. ما همه داشتیم فکر می‌کردیم گفتیم الان تراویس اسکات میاد. چقدر مردم ویدیو درست کردن، چقدر ویدیو درست کردن که قرار فیت بعدی به خاطر کلاهی که خب سوگن نکن. من اینو اعلام کردم، یعنی من اعلام کردم که فیت سورپرایز اون نیست، اعلام کردم اینو، برام جدی بهت میگم. بعد از اینکه اعلامم کردم باز ویدیو میومد بیرون. آره دیگه وقتی بچت جزء ایلومیناتیه تو ویدیوها. اگه بخوای از سه نفر تشکر کنی کیا میتونه باشه؟ باید شخص باشن حتما. 100%. آره دیگه اسم سه نفر نه کمپانی گوگل. آره اسم سه نفر که میخوای ازش تشکر کنی. یک بابام که منو فرستاد خارج. ایول. دو زنم تو هر زمینه ای میگم. سه هم کچی. سه سوگنگ که. نه کچی بیت. با اون ویدیو گرفت. ای بابا. بذار من موام بیشتر ها. نه شوخی کرد. تو رو خدا. نه کچی جنبش خدا. کچی. میدونم میدونم. ویدیوهاشو با کی دیدم؟ با فرشاد و با بقیه دیدم. خیلی کوله خفنه. آره فرشاد خیلی کوله. من پادکستاشو خیلی نگاه میکردم. با تو تا پادکست بیشتر بسازی. منم بهش میگم پادکست بذار. خیلی پادکست خوبه. من همه پادکستاشو گوش دادم موقعی که داشتم ظرف می‌شستم همیشه پلی می‌دادم. پادکست کلا باحاله، حال میده. من پادکستاشو واقعا دوست داشتم، موضوعاتش خیلی خوب بود. سوال بعدی این که مگه قرار نبود دیگه آهنگ فارسی نخونی؟ همچنان همچین تصمیمیو داری یا نه که این قرار بود آلبوم فارسی دیگه، آلبوم فارسی نه. بعد یه سری ترکایی که داره میاد بوده، مثلا با تونی 3 ماه پیش بسته شده دیگه، بهت بگم با چرسی 5 ماه قبل بسته شده بود. اینا خیلی قدیمی، هر روز سری فیتا از قدیم بسته شده میاد. مثلا واقعا جدی دیگه نمیخوای فارسی یعنی بخونی؟ نه 100% 100% از یه تاریخی به بعد تا سال دیگه مثلا خیلی کمه، تا فکر کنم امسال تموم شه دیگه تموم شه، یعنی دو سه ماه دیگه تموم. آره آره یه چند تا پروژه میاد بعد تموم شه. اوکی بعد سخت‌ترین بخش کارت چیه به نظر خودت تو موسیقی؟ کلاً تو زندگی الان سخت‌ترین کاری که داری می‌کنی چیه؟ هم یوتیوب هم رپ. سخت‌ترین جاش اینه که اینا رو به کنترل کارام، یعنی مثلا خیلی کم میارم واسه همین آدم بدقلی میشم. برنامه‌ریزیش. آره برنامه‌ریزی. آقا یک ساعت پیش قرار بود بیاد. آره برنامه‌ریزیم خوبه ولی خب خیلی سخت میشه. ببین مثال واسه میزنم. سخت‌ترین جاش وقتی که موزیک ویدیو دارم و منم دیلی آپلودم، خب؟ بعد هم باید ویدیو بذارم، هم باید برم موزیک ویدیو بگیرم، بعد هم باید ویدیو یوتیوب بگیرم، هم ویدیو فردا هم آماده باشه، فردا بعد از موزیک. حالا بعضی وقتا 3 روز موزیک ویدیو داریم، فیلم برداری با آسن هم پاراست، یعنی قشنگ کمرم میشه. اینا سخت. اوکی در هفته چند بار الکل میخوری؟ هر روز، ولی 15 روز پاکم. چه جوری؟ رژیم گرفتم قطعی. ببین نمیدونی چه سختی دارم میکشم، یعنی من الکلی ام درست. الکلی بودی تو؟ نه رژیم سخته. ببین رژیم راحته، من واقعا الکلی ام، یعنی اصلا امکان نداره من شب یا آبجو نخورم یه چیزی نخورم، ولی الان 10 تا 15 روز پاکم. ایول ولی قرار نیست ترک کنم. پاکم یه استراحت یه پیام بازرگانی برمیگردم. آره استراحت. اوکی. الان به خودت از 1 تا 10 چه نمره‌ای میدی؟ تو چی؟ تو زندگی کلا. تو لولی که الان هستی کلا. 82 چند میدی؟ جمله‌ای که دلت رو بد شکست. حالا از هر کسی میتونه باشه. از نزدیکانت این برام. یه جمله که دلت رو خیلی بد شکونده. وایسا. هنوز بهش فکر می‌کنی؟ و کابوس شب‌هات شده. یه روز که دیگه جا می‌شینی، یه سکوت که میشه، یهو بیادش میافتی.
بعد از اون دیگه چه خواهدم سابق نشد. خالد خیز. نه این داره جد. داره جملات خودش میگه دوره دوره. نمیدونم آجی. ولی تو مدرسه یکی بهم گفت کوتوله، خیلی ناراحت شدم. اینو یادم. واقعا هم کوتوله یا؟ نه اونجا. من 1.71 هم. دیمونه اون مدرسه. من یهویی قدم روش کرد. تو اون ویدیو همه فکر میکنن کوچوله. البته واقعا یکی منو تو خیابون دید گفت تو کوچولو نیستی اصلا. گفتم اونجا خیارو دومه قبل بودم. قصد مهاجرت به کشور دیگه ای داری؟ نه یا بک تو کلا دو تا آینده دارم، یا برمیگردم اوکراین یا میرم آمریکا. یعنی شد آره دیگه، ولی مهاجرتی نه. یا میرم یه مرحله جلو آمریکا یا برمیگردم اوکراین. آها اوکی. خب پوری میخوایم بریم الان بخش جذاب. من سوالاتی میپرسم سریع باید جواب بدی. اوکی. خیلی سریع. آماده ای؟ آره. سایز دودولت داری دروغ میگی پس؟ نه 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 بینه یه بار سانت گرفتم. اینکه به سانت تبدیل میکنه. از سایز دودول راضی هستی؟ زیباست. اوکی. تا حالا از مهربون بودن پشیمون شدی؟ یه بار. چه دختری کنسله؟ اونی که دوست معمولی داره. اوه. بیزنس دیگه هم داری؟ زیاد. اوکی. دایرکتات رو جواب میدی؟ فقط آدمای خوش انرژی. اوکی. روتین پوستی داری؟ تو هم نیست. آیا اکست بهت پیام داده وقتی که معروف شدی اینا؟ هیچ وقت. چون ازدواج سرش. اوکی. اوکی. آره نه درست کاری کار درستی کردی، پیام ندادی. به دعا و جادو اعتقاد داری؟ اوه شدید. یکی از بدترین عادتات؟ تا نرم حموم خوابم نمیبره. آفرین چه حرکت خوبی. آیا فکر میکنی کسی از سلبریتی ها که نه از یوتیوبرها کسی دعا و جادو داره؟ یک نفر که خواننده هم هست. اوکی اوکی. ماشین چی داری؟ یه دونه BMW دارم، یه بنزم ثبت نام کردم فوریه. 63؟ فعلا نمیخوام. ولی بیاندسیس کردیم الان مردم میسه. و سوال آخر، خدایی نکرده اگه یه روز اینستاگرامت و یوتیوبت با هم بسته بشه، به نظرت از اطرافیانت و کسایی که میشناسی کسی هست خوشحال بشه؟ 80%. چقدر بد. دمت گرم پوتی، مرسی که اومدی داخل ویدیو، خیلی حال داد. دعالتون خیلی قشنگ بود. قربونت برم. دمت گرم، مرسی که همه رو جواب دادی. یکی دو تا شد همه رو جواب داد. آره دمت هم گرم. بچا فراموش نکنید اگه دوست دارید بازم با پوتی چالش های دیگه با خود شماها بگیریم، حتما ویدیو لایک کنید، کامنت سابسکرایب کنید چنل. یه ویدیو دیگه هم داخل چنل پوتک داریم که دیگه من اصلا چنل پوتک رو نمیذارم چون دارید همه. دمتون گرم، میبینمتون تا بعد. آتیشا بالا حرکتو بیا. اول از همه بولار شید و بعد سلامت باش. گود بای. منو نزنید. جدی باش. وقتی دستش جدیه جدی. بیار پایین، نخند نخند. بیار پایین. 3 ثانیه. 1. نه عوضی. شو برمند شد. بیا. بکش پایین. 1 2 3.